درود بر شما. با شرح فجایعی که کم مانده بود جهان را به پایان برسانند در خدمتتونم و امیدوارم خوشتون بیاد. همه ما پایان دنیا را تصور کرده و یا لااقل برای یک بار هم که شده در زندگی خود درباره آن شنیده ایم. به نظر شما دنیا چگونه به پایان خواهد رسید؟ با جنگ هسته‌ای یا انتشار یک بیماری خطرناک، خاموشی خورشید و شاید هم برخورد سیاره‌ای به زمین؟ حوادث مختلف خطرناکی در تاریخ روی داده و مردم آن زمان‌ها فکر می‌کردند که دنیا به پایان رسیده. اما اینطور نبود و زندگی همچنان روی زمین ادامه پیدا کرد. فاجعه شماره 1، آنفولانزای اسپانیا. در سال 1918 میلادی بدترین همگیری آنفولانزا در تاریخ رخ داد و نزدیک به 1/3 مردم جهان را درگیر خود کرد و بیش از 50 میلیون تن را به کام مرگ کشید. مرگ مبتلایی به این بیماری چندین ساعت پس از ابتلا به ویروس رخ می داد. این ویروس خطرناک ریه‌ها را تا حد خفگی پر از مایع می کرد. در سال 2014 میلادی گروهی از پژوهشگران ویروسی که 97% به ویروس آنفولانزای اسپانیایی شباهت داشت تولید کرده و آن را به موش‌ها تزریق کردند. نتیجه غافلگیر کننده بود. به محض ورود ویروس به بدن موش‌ها به سرعت در بدن آنها منتشر می‌شد. دانشمندان پس از این آزمایش هشدار دادند ویروس آنفولانزای اسپانیا بار دیگر در جهان همچون آتشی در کاهدانی خواهد افتاد و همه چیز را در خود فرو خواهد برد. شماره 2، موشک نروژی. در اوایل دهه 90 میلادی گروهی از محققان آمریکایی پدیده معروف به نام نورهای شمالی را مورد پژوهش قرار می‌دادند. و این طور که ادعا میشه در این پژوهش موشکی را با اهداف علمی پرتاب کردند. اما از بخت بعد رادارهای روسی این موشک را به عنوان یک حمله اتمی ترجمه کردند، به خصوص این که در آن زمان روابط روسیه و غرب متشنج بود. به همین دلیل رئیس جمهور وقت روسیه بوریس یلتسین فقط 8 دقیقه فرصت داشت تا به این حمله پاسخ دهد. اما خوشبختانه پیش از تصمیم گیری موشک نروژی در اقیانوس افتاد. شماره 3، فوران آتشفشان تامبورا. وقتی آتشفشان تامبورا در سال 1815 میلادی در اندونزی فوران کرد، 88,000 تن بر اثر آن جان باختند و 175 کیلومتر مکعب صخره و غبار حاصل این فوران بود. فوران تامبورا منجر به فجایعی مانند تسونامی و طوفان‌ها شد و غبار آتشفشانی تا مسافت 1300 کیلومتری رسید. این غبارها مانع رسیدن نور خورشید به زمین شد و موج سرمای شدیدی را به همراه آورد. البته قحطی آمریکای شمالی و انتشار بیماری همگیر در اروپا بر اثر این سرمای شدید از دیگر عواقب فوران تامبورا بود و بر اثر این اتفاقات سال 1815 میلادی را سال بدون تابستان نامیدند. شماره 4، طاعون سیاه. طاعون سیاه در قرن 14 منجر به مرگ نزدیک به 75 میلیون تن شد. این طاعون از طریق پشه هایی که روی موی موش ها زندگی می کردن منتشر شد. فاصله بین ابتلا و مرگ فقط 3 روز بود. روی بدن مبتلایان غده های بزرگی پدیدار می شد و تب می کردن و دچار خونریزی می شدند. حال آنها به قدری بد می شد که جانشان را از دست می دادند. اگر چیزی شبیه طاعون سیاه در روزگار ما رخ بدهد، به دلیل گسترش وسایل حمل و نقل عمومی و 800 میلیون مسافر روزانه در سطح جهان، نتیجه فاجعه آمیز و غیرقابل کنترل خواهد بود. شماره 5، انفجار آتشفشان لاکی در ایسلند. در سال 1783 میلادی آتشفشان لاکی فوران کرد. این یک انفجار عادی نبود. گدازه های آتشفشان تا 8 ماه متوالی در هوا پراکنده بود. عواقب جهانی این فوران بسیار وخیم گزارش شد.
اسیدهای گوگرد که در هوا آزاد شده بودند درجه حرارت را در حدود 1.3% و به مدت 3 سال کاهش دادند. محصولات زراعی در اروپا خسارت کامل دید و منجر به خشکی و قحطی در هند شد. میزان مرگ و میر مرتبط با این فوران وحشتناک ظرف چند سال به 6 میلیون تن رسید. شماره 6، بزرگترین انفجار خورشیدی تاریخ کره زمین. در سال 1859 میلادی بزرگترین انفجار خورشیدی تاریخ رخ داد و بر اثر این انفجار انرژی به شدت بزرگی نزدیک به 10 میلیارد بمب اتم شکل گرفت و یک طوفان ژئومغناطیسی رخ داد که بر اثر آن همه شبکه‌های تلگراف روی زمین مختل شد. ناسا میگوید این انفجار خورشیدی اگر الان رخ بدهد فاجعه بزرگی رخ خواهد داد. زیرا ما امروزه کاملا به تکنولوژی وابسته هستیم. همه شبکه‌های برقی از بین خواهد رفت و همه وسایل ارتباطی و اینترنت مختل خواهد شد. بنابراین بانک‌ها، حمل و نقل و دولت‌های مختلف دنیا کارایی خود را از دست می‌دهند و از آنجا که میانگین رسیدن این طوفان ژئومغناطیسی به زمین فقط 20 ساعت است، می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا آمادگی و توان پذیرش آن را ندارد. و فقط در طول 20 ساعت هرج و مرجی بزرگ دنیا را فرا خواهد گرفت. و در آخر شماره 7، خطر صخره‌های فضایی. همه تمدن‌های انسانی باید میزان خطر برخورد سیاره‌ها و ستاره‌های دنباله‌دار به زمین را درک کنند. در 14 ژوئن سال 2002 میلادی از پشت خورشید، جایی که هیچ تلسکوپی قادر به دیدن آن نبود، یک ستاره دنباله‌دار بزرگ به نام 2002MN با سرعتی چند برابر گلوله به سمت زمین در حرکت بود. اما در فاصله کمی از زمین مسیر آن تغییر کرد. اگر این ستاره بزرگ به سیاره ما برخورد می‌کرد، عواقب جبران ناپذیری برای کره زمین و ساکنان اون به همراه می‌آورد.